بی‌ادبی و رفتار بی‌شرمانه رجب طیب اردوغان در روسیه در برابر رئیس جمهور. همان گونه که اطلاع داری در اجلاس بریکس و بریکس پلاس، صحبت‌های مبنی بر اینکه رفتار زشت رجب طیب اردوغان در برابر رئیس جمهورمون بازتاب‌های زیادی در فضای رسانه‌ای داشته و اینجا هستیم ما هم دیگه بپردازیم به اتفاقاتی که در این جلسه افتاد و ببینیم که حرکت زشت و بی‌ادبانه رجب طیب اردوغان در برابر آقای پزشکیان چگونه بوده و برآوردها به چه نحوی بوده. اما قبل از رسیدن به اصل این موضوع و فهمیدن اینکه چه اتفاقاتی بین اردوغان و آقای پزشکیان افتاده، بپردازیم به بریکس پلاس و صحبتهایی که کمتر بهشون پرداخته شد و از صحبتهایی که رئیس جمهور در آخرین لحظات در کازان روسیه انجام داد. پزشکیان در نشست بریکس پلاس گفت پایه‌های معادلات یک جانبه به شدت سست و لرزان شده. پایه‌های معادلات یک جانبه به شدت لرزان هست و شورای امنیت و صندوق بین‌المللی پول کارایی خود را در دلیل و نفوذ در دولت‌های غربی از دست دادن. ائتلاف گرایی و ایجاد مناسبت‌های دوستانه خواسته بسیاری از کشورهاست که فضای یک جانبه گرایی را حل کنند. دنیای بهتر مکانی خواهد بود که در آن نشانی از تحریم، تحمیل اراده، تجاوز و جنگ و کشورگشایی و نسل‌کشی نیست. جهان ما در طول یک سال گذشته با حوادث متعددی روبرو بوده و بسیاری از مؤلفه‌های صلح و امنیت به ویژه در منطقه غرب آسیا با تهدید جدی مواجه شده. هنوز آتش جنگ در نوار غزه و شهرهای لبنان همچنان زبانه می‌کشد و نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت به عنوان پیشران صلح و امنیت بین‌المللی فاقد کارایی و کارآمدی خود هست. حمایت‌های بی‌دریغ غرب ویژه از آمریکا رژیم صهیونیستی باعث ایجاد این جنایت ها شده. در ادامه صحبت های آقای پزشکیان از این گفت که آینده متعلق به کشورهایی است که بیشترین نقش را در همکاری ها و نظم جدید برقرار کنند. منطقه جغرافیایی بریکس فرصت مناسب و بی‌نظیری برای تسهیل ارتباطات است. آینده متعلق به کشورهایی است که بیشتر نقش را در همگرایی و برقراری نظم ایجاد کردند. اینها صحبت‌هایی بود که در جلسه بریکس پلاس برگزار شد. همون گونه که اطلاع دارید در طی دو روز، یک روز بریکس و روز دیگر بریکس پلاس، دو جلسه مهمی بود که رئیس جمهور در کشور روسیه شهر کازان برقرار کرد. اما قبل از اینکه بپردازیم به فیلم حرکت زشت آقای اردوغان در خصوص رفتار با آقای پزشکیان، آخرین صحبت‌های رئیس جمهور کشورمون بدین گونه بود: بریکس و بریکس پلاس باید سازوکار و شفاف و منصفانه و فراگیر بدون تبعیض و مبتنی بر قواعد تجارت چند جانبه به ویژه با جهان جنوب و کشورهای در حال توسعه باشد. برای مقابله با این محدودیت‌ها باید با یکدیگر همکاری کنیم و چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری مشترک و تبادل نداریم. اما بپردازیم به صحبت هایی که اتفاق افتاد. همون گونه که اطلاع دارید رجب طیب اردوغان به نظر میرسه با تأخیر زیادی وارد خاک روسیه شد و بعد از ورودش با یک فیلمی که منتشر شد از لحظه ورودش به جلسه و عکسی که بین سران کشورها گرفته میشد، اتفاقی افتاد که زیاد مذاق ماها خوش نیامد و باعث ناراحتی مردم ما شد. ویدیویی از پایان اجلاس سران بریکس در روسیه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هنگام ورود به سالن برای گرفتن عکس دست جمعی از کنار مسعود پزشکیان رد شده و با او دست نمی‌دهد. فیلمی که در شبکه مجازی منتشر شده که برخی از مخالفان فعال رسانه‌ای دولت با بازنشر این فیلم مدعی بی‌احترامی رئیس دولت ترکیه به رئیس جمهور ایران بود و تاکید دارند که دو طرف نیز دیداری را با همدیگه نداشتند. این موضوع پی بردن که حتی ایران و ترکیه مخالف هستند در حالی که همچین چیزی وجود نداره. کسانی که اردوغان را میشناسند و میدانند که او معمولاً در دیدارهای جمعی با شخص دست میدهد و در آن جلسه ناگهان رئیس جمهور مصر و چین که نفرات بعدی پزشکیان بودند دستشان را جلو آوردند و در اردوغان هم مجبور میشود با بقیه نیز دست بدهد. در همان جلسه آقای اردوغان با خیلی از رؤسای جمهور و مقامات دیگر هم از جمله با دبیر کل سازمان ملل دست نداد. اما آیا این دلیل بر بی احترامی به دیگران بوده است؟ همه این صحبت‌هایی که الان واسهتون خوندیم از سمت اقتصاد 24 منتشر شده. در ادامهش گفت در خصوص دیدار اردوغان و پزشکیان هم باید گفت که رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه وارد روسیه شد و پنجشنبه ظهر بعد از سخنرانی محل اجلاس را ترک کرد. در واقع او زمان اندکی در کازان بود و در همان ساعت‌ها هم آقای پزشکیان دیدارهایی از پیش تعیین شده داشت. بنابراین اساساً فرصت ملاقات دو جانبه نبود و هیچ یک هم درخواستی برای ملاقات
نداشتن. اما در فضای رسانه، حالا جوری که خود اقتصاد 24 گفته، در دست به دست میشه این فیلمی که اردوغان از کنار آقای پزشکیان رد میشه و با رئیس جمهور ایران دست نمیده و میره در جایگاه خودش وای میسه و عکسش رو میگیره، که این بازتاب زیادی در فضای رسانه داشته و اون رو به عنوان رفتار شرمانه و بی احترامی اردوغان یاد میکنن در فضای مجازی، که خیلی ویدیوی عجیب و غریبی هم هست که به نظر میرسه که خود آقای پزشکیان توقع داشت که این اتفاق بیفته و همون گونه که در تصاویر مشخص هست توقع این بود که خوشوبش خشک و خالی انجام بشه. اما خب میشه حالا برداشت اقتصاد 24 رو هم در نوع خودش جالب دونست، از اینکه کلا رفتار رجب طیب اردوغان به این گونه بوده، حالا چه با رؤسای کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، چین و هند و دیگر کشورها. الان هم زیاد چیز عجیب و غریبی نیست که با آقای پزشکیان دست نداده، کلا رفتار اردوغان در طی این سالها بدین گونه بوده. ولی خب این ویدیو رو به عنوان ویدیوی رفتار بی ادبانه و بی احترامی رجب طیب اردوغان میدونن و باعث عصبانیت خیلی از طرفداران همچنین آقای پزشکیان شده و کسانی که این ویدیو به دستشون رسید. دنیای بهتر مکانی خواهد بود که در آن نشانی از تحریم، تحمیل اراده، تجاوز، جنگ، کشورگشایی و نسل کشی نباشد و چند جانب گرایی به جای یک جانب گرایی، اکثریت به جای اقلیت، برابری به جای تبعیض، شفافیت به جای فریب، دموکراسی به جای اقتدارگرایی و گفتگو به جای جنگ حکم فرما باشد. جهان ما در طول یک سال گذشته با حوادث متعددی روبرو بوده است و بسیاری از مؤلفه های صلح و امنیت به ویژه در منطقه غرب آسیا یا تضعیف و یا با تهدید مواجه شده است. رژیم صهیونیستی بی توجه به موازین بین المللی بسیاری از خطوط قرمز حاکمیتی دولت ها را زیر پا گذاشته و ناجوانمردانه با تولید موج جدیدی از خشونت و وحشت برگ سیاهی دیگر بر تاریخ جنایت های گسترده خود افزوده است. هنوز آتش جنگ در نوار غزه فلسطین و شهرهای لبنان زبانه می کشد و نهادها و مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پیشران صلح و امنیت بین المللی فاقد کارایی لازم برای خاموش کردن آتش این بحران هستند و از سوی دیگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های غربی و در رأس آن آمریکا از رژیم صهیونیستی دسترسی به صلح و توقف جنگ را دور از دسترس قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که بحران‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بدون تلاش‌های مشترک از بین نخواهد رفت. به همین منظور همواره در چارچوب سیاست‌های اصولی خود در تلاش بوده‌ایم با ایجاد شبکه‌های هوشمند و کارآمد از روابط تجاری نهایت اهتمام لازم را برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تعمیق مؤلفه‌های دوستی میان کشورها داشته باشیم.